عشقا سلام به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب مانی گیم خوش اومدید. امروز قراره توی این ویدیو راجع به کلاس میج و رونهایی که کلاس میج نیاز داره تا بتونه داخل رید بهترین دی پی رو بده یا رونهایی که شما نیاز دارید تا بتونید با استفاده از اونها دانجن بوست بزنید یا ای او ای فارم بکنید و گل خوبی در بیارید رو بهتون یاد بدم. پس آخر این ویدیو همراه من باشید و لایک و کامنت هم فراموش نشه. مشی ترین حمایتی که شما عزیزان میتونید از من بکنید همون یه دونه لایک کوچولویی که زیر این ویدیو میزنید و کلی به من انرژی میدید واسه ساختن ویدیوهای خفنتر. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. اوکی okay, بچا بچه این اسکرین شاتی که میبینید تمامی رون های میج هستش و توی این یکی اسکرین شات هم میتونید ببینید که لول رنجی که شما میتونید برای گرفتن این رون ها اقدام بکنید چند هستش نه اینکه نتونید پایین تر برید بگیرید یا بالاتر برید بگیرید این لول های ریکامندده یعنی توی این لول برید بهتره چرا مثلا اون یونیتی که باید بکشید حالا تا این رون رو بگیرید یا اون ترژری که باید وردارید اون جعبه که باید لوت بکنید توی یه لوکیشن که شما با این لول بری بهتره اما ما قرار راجع به 6 تا از مهمترین رونهای های میج صحبت بکنیم سه تا مخصوص رید و سولو تارگت تونه سه تای دیگه مخصوص ای, ای او ای فارم و دانجن بوست تونه که حالا من سه تاشو توی ویدیو قبلی که راجع به بوست آرفسی بوده استفاده کردم الان میخوام توی این ویدیو راجع صحبت کنم و بهتون توضیح بدم اوکی okay, اول بریم سراغ رونهای رید و سولو تارگتی که شما باید استفاده کنید اولیش آرکین بلسته که 190 تا الا 220 تا آرکین دمیج میزنه به تک تارگت شما و این حالا بر اساس اون اینتلکتیه که شما دارید ذریب میخوره و دمیجش حالا بالا یا پایین میشه و هر بار که شما ازش استفاده بکنید یک استکی روتون میفته به مدت 6 ثانیه که باعث میشه آرکن بلس بعدیتون 175 درصد بیشتر مانا مصرف کنه آرکن بلس اول خیلی ماناش کمه حدودا 33 تا دونه مانا میخواد اما بعدیش 175 درصد بالاتر بعدی 175 درصد بالاتر و همینجوری میره بالا به حدی که ماناش خیلی میشه مانای مصرفیش بیاد با تستش بکنیم این آرکن بلس اول بعدی 90 تا میخواد بعدی 150 تا میخواد این استک رو میتونید اینجا ببینید سه سگ شدم بعدی دیویست و تا اگر چهار سگ باشم و باز هم بزنم دیویست و تا میخواد اما وقتی شما چهار سگ یا سه سگ شدید دیگه باید با آرک میسیلس تخلیهش بکنید استکتون رو ریست بکنید دیگه به جز اینکه ماناش میره بالاتر و دمیج خودش تغییری نمیکنه در اصل کاری که انجام میده اون استک هرچی بره بالاتر روی شما استک اول 15 درصد به دمیج لول بعدی که از آرکن شما استفاده کنید به طور مثال آرک میسیلس بزنید یا اکسپلوژن بزنید دمیج اون لول رو 15 درصد افزایش میده بازم اینو با هم دیگه تستش بکنیم من میسیلس اولی که میزنم 65 دمیج میده یه دو استک آرکن بلس استک میکنم این یه دونه، اینم دوتا، حالا میسیلسی که میزنم هشتا دو پنج شدمش بوده یعنی بیستا دونه به دمجش اضافه میشه پیشنهادی که من بهتون میدم، اگر توی فایتیک بودید که HP باز خیلی زیاد بود و شما فایتتون جوری بود که باید ماناتون رو مدیریت بکنید تا ماناتون نخوابه سعی کنید دو استک آرکین بلست پر بکنید استک بکنید روی خودتون و بعدش با آرکین میسیلس استکتون رو ریست بکنید و دمیج بدید دوباره دو استک بلست و تخلیه بکنید اما اگر باسفایت تایمش کوتاه تر بود حالا بسته به کوتاه بودن اون تایم سه استک یا چهار استک بندازید بعدش تخلیه بکنید با میسیلسی که میزنید معمولا توی باسفایت های کوتاه تایمش کم باشه شما بتونید سه یا چهار استک بندازید و با میسیلس تخلیه بکنید معمولا دی پی یک تا سه میتونید باشید و خیلی دی پیس خوبی میتونید بدید رون بعدی که بعد راجع صحبت بکنیم آی سی وینز آی سی وینز چیکار میکنه لولیه که توی پچ 70 یا 80 به میج اضافه میشه اما اینجا حالا به خاطر رون میتونیم ازش استفاده بکنیم روی لگتون میخوره و اگر از این رون استفاده بکنید 20 درصد بهتون هیس میده خیلی رون خوبیه اما برای باس هایی که کوتاه مدت باشه چرا چون شما اگر از این رون روی لگتون استفاده بکنید کولان زیادی داره و شما یک بار میتونید توی هر باس ازش استفاده بکنید سه دقیقه کولان داره و خب قاعدتا برای باس های خیلی کوتاه و برس بخواید باس رو تیکه تیکه بکنید همون لحظه اینو یوز میکنید دو تا بلس یه میسیلس سه تا بلس یه میسیلس خیلی رونه خوبیه اما اگر باس طولانی مدت بود به طور مثال دو تا سه دقیقه طول میکشیدش آیسیونز رو پیشنهاد نمیکنم بهتون از لیوینگ فلیم استفاده بکنید به طور مثال تو باس فایت سه دقیقه ای شما میتونید سه تا لیوینگ فلیم بزنید لیوینگ فلیم چیکار میکنه لیوینگ فلیم رون مشترک بین باس فایت تک تارگت و ایوی ای و, ای و, همچنین دانجن خیلی لول قویه لول لیوینگ فلیم تستش بکنیم. من بهتون لیوینگ فلیم هم نشون بدم این تارگت رو میگیریم به طور مثال باس در نظر میگیریمش وقتی من لیوینگ فلیم رو بزنم از من یک فایری در میاد و به سمت تارگت میره و شروع میکنه به پرسک زدن دنبالش میکنه و زیر پاش استک میشه دمیجی که میده 47 تا 47 است و به مدت 20 ثانیه زیر پای تارگت هم میمونه و فایر دمیج میزنه اما جالبی این لول این هستش که اگر شما لول رجنشن روتون باشه زمانی که این لول دمیج بده شما هیل میشید همونطور که دارید میبینی سمت من دارم هیل میشم خیلی خیلی رون قویه لول لیوینگ فلیم و توی باس فایتر که به طور مثال تک تارگت نیست مثلا باس آخر بی افتی، یونیت سامون میکنه و شما میتونید از این لول لیوینگ فلیم برای افزایش دی پی تون استفاده بکنید اما اگر باس کوتاه مدتی بود و شما در عرض یک دقیقه مثلا قرار بود باس رو بزنید از آیسی وینز استفاده میکنیم و لول رون بعدی که رون آخری هستش که ما برای رید و سولو تارگت ازش استفاده می کنیم لول برنات هستش این هم بهتون حالا همه این رون ها رو در ادامه میگم باید چطور بگیریدشون هم برای الاینس هم برای هورتا این لول به شما 15 درصد کریت میده خیلی عدد زیادی 15 درصد تنها ضرری که به شما میرسونه اینه که لول هایی مثل آرکین بلست آرکین میسیلس و لول هایی که پریودیک دمیج نمیزنن به طور مثال پریودیک دمیج منظورش لولایی که پرسک میفته روی تارگت و پرسک میزنتش یک درصد مانای بیشتری مصرف میکنن و اصلا چیز مهمی نیستش مثلا ته تهش رو بخوایم در نظر بگیریم من لول آرک میسیلسم مثلا 240 تا دونه مانا میخواد اگر برناتو استفاده بکنم 270 تا 260 تا دونه مانا میخواد اما در مقایسه با اون 15 درصد کریتی که بهتون میده واقعا هیچی نیستش 15 درصد خیلی عدد بزرگیه بچه تو حالا لول 25 کلاسیک و بریم سراغ رون هایی که شما باید برای ایوی ازشون استفاده بکنید رونهای های ایوی شما سه تاست یه دونه ریژنیشن یه دونه لیوینگ فلمه که قبل تر توضیح دادم و یکی هم لیوینگ بوم بتونه از لیوینگ بوم شروع میکنم لیوینگ بوم یک داتی میندازه روی تارگت شما که به مدت دوازده ثانیه پرسک میزنتش و بعد از دوازده ثانیه این بمبی که انداختیم روی اون تارگت منفجر میشه تو ده یاردی اون یونیت هستن فایر دمیج میزنه تستش بکنیم با هم دیگه این اسنیک رو من میکشم روش اه, لیوینگ بمبم رو یوز بکنم اول روی هندم اوکی روش میندازم ببینید دیبافو پرسک دمیج بهش میزنه 43 تا 43 تا میارمش بغل یه تارگت دیگه همینطور میزنه زمانی که تایمرش تموم بشه و منفجر بشه دو تا دمیج خوردش اینجا دو تا هیت و 170 خورده ای زدش اگر من روی دو تا تارگت اینو بندازم و ببرمشون پیش تارگت سوم این تارگت سوم دمیج جفت بمبا رو میخوره ببینید اچ یکو و صده و ما روش چی نمیزنیم زمانی که این بمبا منفجر بشه میبینید اچ پی شد 900 تا 800 و اینجا من ریجنریشن رو میندازم و لیوینگ فلیمو رو میندازم که نمیریم حالا وسط آموزش بتونیم ادامه ویدیو رو رکورد بکنیم اوکی و این از لیوینگ بوم رون آخری که میمونه برای توضیح دادن لول رجنشنتونه رجنیشن اصلی ترین رونیه که توی کلاسیک ما برای ایوی و دانجن بوست ازش استفاده میکنیم کاری که میکنه چیه زمانی که شما روش کلیک بکنید و یوزش بکنید یک کس سه ثانیه میکنه و هیلتون میده منو سه تا هیلم کردش اما کار اصلی که میکنه این بافیه که روتون میندازه تمپورال بیکان تمپورال بیکان چیکار میکنه توضیحاتشو اینجا میتونیم بخونیم میگه آقا 80 درصد آرکین دمیجی که شما بزنی زمانی که تمپورال بیکان روته تبدیل به هیل میشه و تو رو هیلت میکنه به آرکین اکسپلوژنی که بزنید آرکین اکسپلوژن 80 درصد کمتر هیلتون میده اینو بخوام دقیق براتون شفاف سازی بکنم به طور مثال شما 10 تا تاریت دورته تمپورال بیکانت روته یه اکسپلوژن بزنی اکسپلوژنت به هر کدومشون 60 تا دمیج میده میشه 600 تا دمیج 80 درصد 6 تا 48 تا بعد 480 تا هیلت کنه اما چون خیلی هیل زیاد نذاشن انقدر هیل بده 80 درصد کمتر هیلت میکنه که دیگه مثلا شما با یه دونه اکسپلوژن اشپید پر نشه وسط بوست داری میزنی من با استفاده از این سه رون بوست میزنم و ای, و ای میزنم و اگر بخوام بهتونم دقیق کار کردش رو نشون بدم که چقدر داره هیل میده حجم هیل رو بخواید ببینید اینجا میایم یه وند به این دوستمون میزنیم دوباره میایم پایین چند ثانیه ثبت میکنیم که اون ور بر برسن رسیدن اینم میکشیم میایم پایین چقدر اذیت میکنه این که اینو پولیمورف کنیم بیایم جلوتر ببین اچ بیم خالیه یه رژنیشن میزنم تمپورالم هم اکتیو میشه شروع میکنم به بوم چیدن لیوین بوم میچینم اوکی بک بدیم یه ذره یونیت ها برسن یه استک خوب بگیریم این تارگت مناسبی یه لیوینگ فلیم میندازم ببینید اچ منو چقدر دارم هیل میشم این حجم هیلی که داره بالا میاد حالا من به خاطر ادانسم تک تک هیلا رو دارید شما میبینید خیلی حجم هیل زیادیه و شما ببینید چند تا یونیت من کشیدم انگار کل دانجن رو کشیدم و به مدت 20 ثانیه من این حالم و نمیمیرم اما بعد اون 20 ثانیه دیگه اگر یونیت ها نمردن فرار میکنیم و بریم سراغ اینکه که آقا ما این رون رو چطور و از کجا میتونیم بگیریم با رون برناتمون شروع میکنیم برای گرفتن رون برنات که 15 درصد کریت میده الاینس ها باید به مپ الوین فورست برن اگر نژاد هیومن هستید به داخل این جزیره برید اگر نژاد گنوم هستید باید داخل دانمروغ زیرا آیرون فوج به نقطه علامت گذاری شده برید بگردید دنبال یونیتی که یخ زده مثل اسکرین شاتی که الان دارید میبینید این یونیت رو پیدا بکنید و با لول های فایرتون بزنیدش هوردها ها میتونن به تریس فالگلید بغل دریاچه برن اگر آندت هستید یا اگر ترول ساخته بودید بیاید توی این نقطه علامت گذاری شده و یونیتی که یخ زده رو پیدا کنید و با لول های فایر بزنیدش براتون یه ویدیو کوتاه از زدن این یونیت گذاشتم اگر دقت بکنید برای زدن این یونیت من تمامی لول های فایرم رو میزنم تا بتونم استکی که زیر فریمش هست رو افزایش بدم و به سه یا چهار برسونم اما متاسفانه نمیتونم بکشمش تنها راه حلی که پیدا کردم لول لیوینگ فایرتونه بندازید زیر پاش بار اول اچ تا یک درصد میبره و بار دوم میکشدش و رونتون رو بهتون میده یا از یک نفر دیگه کمک بخواید که اونم لول فایر بزنه همزمان با شما و این یونیت رو بکشید. رون بعدی که میریم بگیریمش رجنریشن برای گرفتن رجنشن الاینس ها میتونن به مپ لوچمدان برن و داخل این جزیره که علامت گذاری شده یه سری کتاب اون کتاب ها رو لوت بکنن تا بهشون رونشون بده. یا میتونید به وستفال برید و این یونیت های میجی که دارید میبینید که ماسک قرمز رنگ دارن به صورتشون رو بکشید و از داخلشون رونتون رو لوت بکنید ولی هورت ها میتونن به مپ سیلور پین برم و این یونیت میجی که دارید داخل تصویر میبینید رو تو نقاط علامت گذاری شده پیدا کنید و بکشید و رونتون رو بهتون میده یا مثل من میتونید بیاید توی برنس این یون... نقاطی که دارید میبینید علامت گذاری شده رو برید یه سری یونیت سنتار که الان دارید داخل تصویر میبینید اینا رو جمع بکنید بکشید کلیدشون رو لوت کنید و به این سه نقطه‌ای که دارید میبینید برید داخل این سه نقطه باکسی که دارید داخل تصویر میبینید هستش بازش بکنید با کلیدی که لوت کردید و بهتون رونتون رو میده بعد از اون به اشنویل باید بریم داخل اشنویل برای گرفتن رون آرکیم بلسمون نیاز که به سه نقطه علامت گذاری شده داخل مپ که دارید میبینید بین فلای ماستر ها و رید بلک فاسون باید بریم و داخل این سه نقطه سه کریستال قرار داره که به ترتیب از پایین به سمت بالا باید حرکت بکنیم و بغل کریستال ها از لول اکسپلوژن استفاده میکنیم وقتی شما از لول اکسپلوژنتون استفاده کنید یک بافی بهتون میده وقتی باف سه سگ بشه رونتون رو بهتون میده بعدش به آندر سیتی برید قسمتی که دارید بینید داخل تصویر اینجا یه باگی داره لوگ میکنیم ما وقتی دوباره آنلاین بشیم بالا هستیم و میریم برای گرفتن لیوینگ فلیممون بچه متاسفانه تایم ویدیو خیلی بیشتر از اون چیزی شد که فکر میکردم و الان حدود 15 الا 20 دقیقه دیگه از توضیحات مونده و سه تا رون اصلی دیگه هم مونده برای همین من پارت دو ای این ویدیو رو درست میکنم و جداگانه آپلود میکنم این پارت یک رو داشته باشید حمایت بکنید لایک کنید ساب کنید و یه کامنت هم برای من بذارید خیلی خوشحال میشم با دیدن کامنتاتون و کلی انرژی به من میدید و به عشق خودتونه که دارم این ویدیوها رو درست میکنم و وقت میذارم پس تا ویدیو دیگه لبتون خندون